خط تحصیل میخوام خط اینجا قرمز بخوام. رو میفرمایید وجود نداره از نظر من شما؟ فکر نمی کنم این، من فکر نمی کنم این خط قرمز ممکنه مثلا برای خود جمهوری خواه یه سری خطوط قرمز باشه، ولی کی این خط قرمز رو میخواد تعیین میکنه؟ ببینید انتخاب آقای اوباما نشون میده که این خط قرمز ها نیست. به نظر من این که دموکرات ها با یک نماینده سیاه پوست که همسرش هم سیاه پوسته بازی انتخابات رو در امریکا بردند و مردم اکثریت به ایشون رأی دادن، هرچند که جمهوری خواه هم 48 درصد رأی آوردن و اینا 53-54 درصد. این از نظر، اگر که شما به جامعه امریکا آشنایی داشته باشید، از نظر روابط و مناسبات فرهنگ سیاسی در امریکا یک انقلاب اتفاق افتاده. چرا این انقلاب اتفاق افتاده؟ شما توجه داشته باشید که اصولا کشورهای توی امریکا از امریکای شمالی گرفته تا امریکای مرکزی، توی امریکای جنوبی از مکزیک گرفته تا برزیل تا کانادا تا امریکا، محصول 200 سال اخیر هستن. یعنی 250 سال پیش هیچ کدوم از این کشورها وجود خارجی نداشتن. ایالات متحده امریکا 200 سال پیش به وجود میاد در جنگ استقلال انگلیسی‌هایی که رفته بودن اونجا بر علیه مادر استعمارگر یعنی انگلستان، و ابتدا بخش ساحل شرقی هست که به وجود میاد و بعد به هر حال توسعه پیدا میکنه میشه این 50 ایالت. 150 سال پیش در ایالات متحده امریکا بردهداری وجود داره. سیاها نه تنها حقوقی ندارن اساسی و مدنی، بردن. و این مسئله در یک جنگ داخلی 4 ساله ایالت‌های جنوبی رو مجبور میکنن دست از بردهداری بردارن. ولی دست برداشتن از بردهداری هنوز به این معنا نبود که سیاها دارای حقوق اساسی و حقوق مدنی هستند. حدود 40 سال پیش تازه یعنی سالهای 60 جنبش مدنی سیاه پوستا برای تساوی حقوقی در برابر قانون شروع میشه به رهبری مارتین لوترکینگ و اینها. و در اونجا تا اون زمان مسئله سگریگیشن وجود داره در اونجا، یعنی جدایی نژادی وجود داره. یعنی در 20 ایالت امریکا سیاها اجازه ندارن به مدرسه سفیدا برن، سیاها اجازه ندارن به رستوران سفیدا برن، سیاها اجازه ندارن از دری رو که سفیدا وارد میشن یا خارج میشن از اونجا عبور و مرور بکنن، سیاها اجازه ندارن از شیر آبی که سفیدا آب میخورن آب بخورن. و این در یک جنبش مدنی قوی و از طریق اینکه حکومت فدرال ارتش میفرسته به این 20 ایالت و مردم رو مجبور میکنه این سیاست جدایی رو کنار بذارن، مجبور میکنه نه اینکه بپذیرن. درسته؟ خب به اینجا میرسه که یعنی شما تصور بفرمایید که 40 سال پیش این جامعه اصلا حقوق مدنی برای این سیاها قائل نیست و امروز سیاها در بالاترین کاخ سفید، رئیس جمهوری امریکا، بالاترین قدرت سیاسی و نظامی دنیاست و این سیاهی که 40 سال پیش حق نداشته امروز رفته اونجا نشسته. و این یک انقلاب فرهنگی سیاسی در امریکا اتفاق افتاده. لابیایی که صحبت ازش شد اینو نمیخواستن، یعنی لابیایی بسیار قوی جمهوری خواه که اصلا مسئله سیاه بودن براشون چیزه، اصلا یک ننگه که یه سیاه پوست بره تو کاخ سفید. من در امریکا با بسیاری از افراد عادی صحبت میکردم، میگفتن که خب پس اینجا اگه اینطوریه که آقای اوباما بره توی کاخ سفید اسمشو بزنیم کاخ سیاه. به همین دلیل با شناختی که از این جنبش مدنی داشتم، مطالعه کرده بودم روش و صحبتی که با برخی از افراد میکردم، ببینید اونجا هم رسمی به شما نمیگن که ما مخالفیم، میگن نه کار اونطوری نیست ولی مخالفن. به همین دلیل من فکر میکردم که امکان نداره با این جوی که وجود داره و با این گذشته، ولی این نشون داد که موقعی که شما بتوانید
کارزار درست بکنید، شما موقعی که بتوانید با مردم صحبت بکنید، شما موقعی که بتوانید سیاست‌های درست ارائه بدید، تحت یک شرایط تاریخی در ظرف 40 سال از بی‌حقوقی مدنی تا مقام اول دنیا رو میتونید. حالا ما بریم.